همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. و نیز به مصداق گفته شیخ اجل سعدی علیه الرحمه، بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زی یک گوهرند. جناب آقای احسانزادگان که در کارهای خیر همیشه پیش قدم بودند. احسانزادگان اینجا؟ آره. ارزنده و خیر. به من قول دادی که تو کارخونه‌اش یک کاری بیام. چطوره برام خودم رو بهش معرفی کنم؟ بد نیست. من را فراهم فرمودی. اما ای ببینی که من دارم آواز می‌خونم. شاید خوشش نیاد و بگه تو مطربی به سر به درد کار نمی‌کنی. نه بابا، میگن خیلی هم عشقیه. و هم آقای احسانزادگان از کیسه فتووت خودشان مبلغ 400,000 ریال به انجمن ما کمک کرد. عموشان بفرمین بریم، اینجا شلوغه، برای قلب شما خوب نیست. شما بریم. راست میگی دخترم، خوب نیست. من دارم اینجا همشید همه شجره بسه. بابا یه خود اینجا بشینه. لیلی تو به فکر سلامتی پدرت نیست؟ عموشان ما باید سریم به دکتر بزنیم. خب پس شما همینجا بمونی، از جاتونم بلند نشین، میخوام مردم متوجه رفتن من نشن. بله عموشان، سر و صدا و شلوغی برای شما. من نمیشکنم، پشکن پشکنه، آینه کاریه، پشت کاریه، بازم پشکنم، نشکن جا داره، درد دل داره، ارباب خودم سرمری علیکم، ارباب خودم سر دوبارا کن، ارباب خودم بز بز قندی، من نگاه کنم یه سه بخندی، بازم پشکنم، پشکن جا داره، درد دل داره، اینجا تیرونه. صدای قشنگی داره. آره کیه؟ نمیشناسمش. حبیبی علم. بیاین بچه ها بیاین. با هر کی یک دل و یک رو باشه، با
آدمای روزگار کنار بیا لبا به خنده با کن اگه دارنگی میبینی بازم باهاش هر جور میتونی تا کن بگن یه رنگی خوبه چه خوبه که آدم اهل کلک نباشه براش نید دنیا تو هر کار با هر کی یک دل و یک رو باشه با آدمای روزگار کنار بیا لبا به خنده با کن اگه دارنگی میبینی بازم باهاش هر جور میتونی تا کن چی بود؟ دختر احسان زادگان بود دیگه. ده؟ آره. اگه کارم پیش احسان زادگان درست بشه. نونه تو روغنه. تو حالا چرا میخوای بری کار کنی؟ صدا که داری. یعنی میگی برام آواز خون بشن؟ آره چه عیبی داره؟ چی داری میگی پسر؟ ای مادرم بفهمی که من مطرب شدم، جواب جا قصه دق میکنه. آخه میدونی اون خیلی مؤمنه. حالا میخوای چی کار کنی؟ هیچی، شبا تو خیابونا پرسه میزنم، روزام در خونه مردم جنس تحویل میدم. لنگ زور شد، امروزم یه امیر ناصر پیداش نشد که نشد. آخه مشت از خب جوانی که 12 کلاس درس خونده نمیتونه میبه فروش باشه. راست میگی، یه موتورم بی خودی گردنمو گذاشت. اون آش داره میاد، اما چه اومدنی، واسه امش خوبه. سلام علیکم. آقا پسر، این چه وقت اومدنه باز بری خونه مردم جنس تحویل بدی؟ الان لنگ زوره. درسته، اما با این خیابونای شلوغ که نمیشه این زودتر اومد قربونت برم. باریکلا، باریکلا به این کار کردنت. خب پولا رد کن بیا، تو این کاره نیستی. این 20 تومن پول بادنجون از مرش هست. خب باقیش؟ خب باقیش باشه طلبه، تو هم مزدم کم کنی. من الان میام. کجا؟ باید بری خونه آقای احسان زادگان. باز دو دفعه چشمش به دختر سرکار مندلی خان افتاد. لا اله الا الله. فاتی، فاتی جون وایسا ببینم، وایسا. چه خبره؟ این چه جورشه؟ باز که قرار عطار میریزی رو تا بگیر. میخوای اهل محل پای سرت ریگ بشینن و لیچار بگن؟ آره جون خوده، تو هم دلتو به همین حرفا خوش کردی. گوش کن، همین روزا میرم سر یه کار نون و آبدار. دیگه بابا محکوبیت میاد. اون وقت میام خواستگاری و کلک کار میکرد. حالا یه ماچ علال حسابتی که دلم واش جونه. ای باشه، وقتی عبدم کردی جونی. تو رو خوده دستم رو رد کن. ای وای آقا مومد. سلام آقا جون. کجا بودی؟ رفته بودم خرید. برو خونه، برو خونه، برو. سلام علیکم سرکار. سلام امیر ناصر خان، حال احوال چطوره؟ قربون شما، الحمدلله بد نیست. خب بگونم از بابا جونت چه خبر؟ عبدالله قراره همین روزا مرخص شه. ببخشید، قراره از کوبت برگرد. خیلی خوب، چشم شما روشن. سوغاتی ما یادت نره ها. اختیار داری. موفق باشی پسر. داد شما. من گشنمه. چه خبرت اینقدر حوار میزنی؟ ور پریده. خب نون تو قبل من بعد کوفت. چی رو نبود؟ برو ببینم اینقدر سر منو بدبخت نقد زن. تو دادم چا؟ اینا مثل بابای آتیش به جون گرفتش پرمدعاست. خب تفلکی گوش نشه دیگه. راستی مادر، بابام خبری نشو. قراره هفته دیگه ورقه مرخصیشو بدن. امروز پیشش بودم. بذار حالا بیاد بیرون. سیبیلشو دود میدن. راستی مادر، امروز یه جایی بودم که اون احسان زادگانم بود. خواستم برم خودمو بهش معرفی کنم که واسه کارم صحبت کنم. اما نه. بدش من. مادر، ای کارم پیش اون میلیونره درست بشه. باور کن دیگه هیچ غم و غصه ای نداریم. آخ آخ لا کردن دستم سوراخ شد بابا. بمیرم برای ببینم ده ها. آخه ور پریده، حالا موقع این کاراست. بمیرم برات مادر. ببینم خون توش مرده.
هرچی بلا سر ما فقیر بیچاره ها میاد. آره همینطور که گفتم قراره پیش احسان‌زادگان واسه بابام هم یه کاری درست بشه. نمیدونی چه دم و دستگاهی دارم، چند تا تجارت خونه و کارخونه، گوش تا گوش کلفت و نوکر، چند تا هم دختر داره، یکی یکی خوشگلتر، مخصوصا دختر بزرگش مثل هلو میمونه، آدم میخواد همینجوری با پوست قورتش بده. آخی مادر جلوی وفا رو میزنی. ای زندگی هم میکنن، این پول دارا میکنن، غرق پول و خوشبختی هم. داشت قشنگ بود آنه؟ خیلی قشنگ میخون. چی شد؟ گلدون از کجا افتاد؟ آقا جون گلدون از بالای ایوون افتاد. ای دادی بیداد، خدا خیلی رحم کرد، اگر خدا این نخواسته این گلدانه به جای زمین به کله آقا میخوردم الان همه ما بی پدر مادر بودیم. چطوری افتاد؟ همه شخصه توی تقصیر من چیه خانم جان؟ مگه بنده توی گلدانم قزاوبلا بود به جای کله آقا خورد به گلدان افتاد. تو باید مواظب همه چی باشی، این دفعه دومی که گلدون صاف جلوی پای بابا میفته. خیلی نگو خانم جان، ایشون حتما میخوره به کله آقا. خب بسته دیگه، برو یه لیوان آب بیار. با من بود یا با تو؟ بپر یک لیوان بزرگ. خیر لازم نیست. چرا لازمه؟ لازم بود دیگه بابا جان. بابا جون صندلی استراحت کن. گلدان خیلی بی ارزو بود، به خدا اگه میخورد چه؟ خب بسته دیگه، من از این حرفا هیچ خوشم نمیاد. چیز خوراک واسه بابا؟ پس قرصاشون هم بیارم، الان موقع دواشون هم هست. باز قرص، باز دوا. آخه دختر جون من گرسنمه. دکتر گفته شما باید غذا نخورین. بریم بابا جون بریم. ای گلدان بی ارزه، ای گلدان بی ارزه. دختره بود الان از این دنیا رفته بود. نکنه بابا جون، دشمنت از این دنیا بری. اگه بدونی چقدر آرزو دارم عروس شدن تو رو ببینم، بچه های تو رو ببینم، نوه های خوشگل و کوچولوت رو ببوسم. باز شروع کردیم پدر. اگه میخوای من خوشحال بشم باید زودتر شوهر کنم. آخه بابا جون شوهر کردن که کار آسونی نیست، آدم باید یه عمر با مرد زندگی کنه. مگه جمشید چه عیبی داره؟ اون پسر برادر منه، پسر عموی توه، به همه کارهای مالی و کارخونه ها من وارده. بابا جون چند دفعه بگم دوستش ندارم. وظیفتو چه بلدی؟ آره جون نه، باید یه کاری بکنم که خونه نشین بشه. خیلی خوب بیا بشه. بشه 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 دیگه. سلام عمو جان. سلام جمشید. چطوری لیلی جان؟ سیابرک عمو جان، این آقا رو آوردم که مواظب آمپول غذاتون باشه. دیروز که دکتر اومده بود، ماشاءالله الانم حالشون خوبه. لیلی جان ایشون استاد تزریقاتن، آوردم ایشون همینجا تو خونه بمونن. با هزار زحمت رازیشون کردم بیان از عمو جان مواظبت کنن. شما چتونه آقای احسان زادگان؟ چتونه؟ پس ایشون کره، معلوم شد. تشخیص رو دیدی؟ فوری و فوری کره. چی میگین آقای محترم؟ کر نیستم. چرا؟ من میگم کره کره. شما متوجه نشدین که حرف منو نشتفت؟ گوشش نمیشتابه؟ نه آقا من کر نیستم. پس چرا جواب بنده رو ندادی؟ آقای چرا؟ اجازه بدین عصبانی نشین. عمو جان الحمدلله حالشون بهتر. نه آقا نه خیر، ایشون حال ندارن. وانگهی هوای آزاد برای ایشون مضره. کی گفته شما تو باغ بشینین؟ بله شما ناخوشین، برید تو اتاق. باید شما رو معالجه کنم. برید آقا برید تو اتاق. بابا جون اجازه بدین من کمکتون کنم. خوشت اومد؟ خوشگل میخه کوبیدم نه؟ بفرمایید عمو جان. شما مداخله نکنین. با شما من سمابجی، من از مداخله کردن تو کارم هیچ خوشم نمیاد. بفرمایید آقا بریم تو اتاق. بفرمایید عصبانی نشید. دکتری گفتن؟ چه بد اخلاقه. بریم. چقدر بد اونوقه، انگار از باغ بش فرار کرده. سلام قربان. صبح بخیر. دواهای شما حسیر قربان. آمپول و شربت و نیم قطره چکن دماغ چکن همه اینا رو. تو به اینا میگی دوا؟ بله قربان بله. اینا رو بریزشون دور، ملتفت کنی. دور باید دور. زیدی زیدش. خدا زمینت بکنه ده. آخه من نمیفهم جا یکی از یکی خلطر اینجا شده پک دارالمجانین ده. نگاه کن نگاه کن. آخه من نمیفهمم آدم غاتی بود این مرد کنه برداشت یاورد اینجا. اینو اجیر کردم که کلک عمو رو بکنه. این مرد که داشت کلک منو میکن گبره. خودش درسشو فوته. تو هم که باز خیت کردی احمق. تقصیر من چیه قربان؟ تیرانداز عوضی به جنگ کله رو بزنه زد به گلدان. مردکم سر کشید آقا گلدان خور زمین دی قربان. میدونستم ارزه هیچ کاری نداره. من چی بکنم؟ تو داری پاک بر اینجا قاتل میکنی دیگه. خب یه بار این چکو خورد کن. من نمیفهمم، من اینجا نقشه کشم، آدم کشم، چک خورد کنم چیکارم نمیدونم. من از کی بپرسم چیکارم؟
زود برو این چکو خورد کن. 50,000 تومان. بگی برو محل سابقت پر شدی یارو یه شی نمیده. جای دیگه برو بگیر. تومانی دو قرن ها. خیلی خوب. برو معطل نکن. برو هر چی خواست بده. برو دیگه. بازم وعده مرگ عموجانه. ره این عمو بیمیر نیست. چکت بر میگرده پدر مادر میاد بگیر. تو چقدر حرف میزنی. خیلی خوب. هر چی میشه اشکال نداره. من امشب احتیاج به پول دارم. برو معطل نکن. برو دیگه. من از اون شده میکنم این تا مسیم بر بیا. ای آقای هند وان فروش فایسدی چش چرنی کنی؟ تومه چرا میزنی؟ آقا جمال داشتم دنبال تو میگشتم. این سر دنبال من میگشتی؟ وقت روی تاکسی کار میکردم. خودت گفتی چهارشنبه بیا. خب منم چهارشنبه اومدم. واسه هندونه هم آوردم. اونم چه هندونه هایی؟ ای خدا زنبیل بده پایین آدم بفرستم بالا. حالا مگه چطور شده؟ چطور میخواستی باشه شکم بنده ولو شده؟ چطور شده چیه؟ تو اصلا میدانی من کیستم؟ من همه کاری آقام، تمام کارهای آقای احسان زادگان دست منه. اون وقت تو آمدی اینجا من دست کم گرفتی؟ من با هزار بدبختی و بیچارگی برای تو پدرت کار پیدا کردم. نی آمدی حالم که آمدی گرفتار بودم. ها تو اصلا به درد من نمیخوری، تو آبروی من میبری. من نمیتوانم به تو اعتماد بکنم. برای همین طور جریمه میکنم تمام هندوانو کدوهای تو رو مفتکی برمیدارم. اینه هم حالا چرا دعوا داری؟ اندونه ها فدای سره. پولشو بده بریم. حساب و کتاب ما چقدره؟ هی میگه پول بده. 30 تومن مال امروز. 30 تومن هم از سابق مونه. میشه 60 تومن دیگه. 60 تومن؟ آره 60 تومن. حالا 60 تو با ما حوالی میدی؟ یادت نره چی کار کردی؟ من که 5 طور جریمه کردم. 5 ملور میداره میکنه 10. این هم 5 میکنه 60. فوری بزن با چک، بزن به طول جاده ببینم. بدو معطل نکن. دست شما درد نکنه. خب موضوع کارمون چی شد؟ کی بیام؟ ها؟ درست 5 ماه دیگه جان من. بیا اینجا، هم برای تو هم برای پدر جانت. یه کاری پیدا کردم تا آخر عمر پولشو بخوری تمام نشه. خیالت راحت. بودو جان. 5 ماه دیگه؟ آها جان. پا پولایی که بهت باش دادم؟ شوقی کردم قربان تو برم. 5 روز دیگه بیا. حق حساب من یادت نرده. تو بمیری 5 روز یک روز زیادتر باشه ود کارت میدم به کسی دیگه. حق حساب شد میکنم. یادت نرد. بودو اون خودش به من گفت بسوزی شانس. کسی که با نازهای تو ساخته دلش رو خیلی راحت به چشمای تو باخته. آی شانس بسوزی، آی شانس بسوزی، آی شانس بسوزی، آی شانس بسوزی. بس که سوزوندی دلم و طاقت ساختن ندارم. حالا دیگه گمونم با جون من نشستی. آی شانس بسوزی، آی شانس بسوزی، آی شانس بسوزی، آی شانس بسوزی. کسی که با
رازهای تو ساخته، دلش رو خیلی راحت به چشمای تو باخته. آی شانس به سوزی، آی شانس به سوزی، آی شانس به سوزی، آی شانس به سوزی. حالا دیگه یمونم با جون من نشستی. آی شانس بسوزی، 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 آی شانس بسوزی. چرا اینقدر با سرعت میری؟ من سرعت گو با این آمد والا همراه می؟ یا 50 تومن جریمه بده یا موتور تو توقیف میکنم. ای تم میمونه بیا اونم. نمیشه. چرا میشه؟ گفتم نمیشه. باش بفهم. نه 50 خوش اومدید. نه سوزی شانس خواستیم بری پیشواز بابامون که عکا بهت میاده. یا خیال میکنن من از کویت برمیگردم پسرم چو این دخته؟ حالا مجبورم سر سوغاتی کویتی بخرم ببرم از خونه. میگن که پسر کون ندارد نشان از پدر. نه جانم، اتفاقا برخلاف خود پدر سوختم بچه درستی. راستی آخ جلال تو کی مرخص میشی؟ والا دیگه این قضیه نمونده، پرش دسته کمش مونده. کمش مونده همین امروز قرار مرخصی من برسه. قربون دسته جلو دیگه ببینم. چرا باید میدی آقا جلال؟ اما راستش دلم نمیخواد از اینجا بیام بیرون. از راننده اون میلیونره را چای خونه رو یاد گرفتی؟ وقتی مرخص شدی بریم کلک اون خونه رو بکشیم. آره از راننده همه رای چای خونه رو یاد گرفتم. میگه لامروت صاحب خانه همیشه 300-400 تو صندوقش پول نقد و کلی جواهرات خوابونده. تو که صندوق زنی بلدی. آره بابا کجای کاری حسن خان؟ تو یه چشم هم زدن 100 تا شو وام کنم. بسیار جلال نگفتی پاتوقت کجاست؟ بیرون کجا هم دیگه رو بکنیم ملا آقا؟ هماسی تو کافی خروج طلای جمع میشه. پس به امید خروج طلای امیر حسن فرزند امیر حسین. یس یعنی حاضر. پرت و پرتات جمع کن ورقه مرخصی اومده. سود باش بجو. خیلی وقته که خودم حاضر ندارم. قربون هیکلت خدافز حسین خدافز شما ارادت کیش حسن سیبیل برشونم. آه بیا زمن ایگم زندانی در خدمت. سلام حسن. این ورقه مرخصیته. دست شما درد نکنه. دیگه نمیخوام اینجا ببینم تا تو که زن و بچه و پسر بزرگ داری نباید کاری کنی گذرت به اینجا بیافته. جناب سرباز برباه خاک پدر و پدر جدم و آبا و اجدادم ما آدم درستکاری هستم. برام پاپوش درست کردن نالوتیو. خدا بگم رفقای ناجور رو چیکارشون کنه که پای منو به اینجور جا وا کردن. من جای تو باشم میرم دنبال کار کاسبی شرافتمندانه، وگرنه همین آشو و همین کاسه دیگه خود دانی. خدا توفیقتون بده جاب سروان. ببینین من میگم که یه لقمه نون خالی با آبرو به صد تا رون مرغ و بوغلمون که با دوزی به دست بیاد به جون شما شرف داره. بنده بهتون قول میدم که یه دست هم به طرف مال حروم دراز نشه. به سیبیلای مردونم این حقیقته. پس حالا که قول دادی اونو بذار سر جاش. کدومو بذارم سر جاش؟ جلوتر با چیه بذارم سر جاش؟ همونی که گذاشتی تو جیب جلیقت. تماشا کن که اینو گذاشت تو جیب من. میبینی جناب سربان ده نمیذارن آدم پاک بمونه، نمیذارن دست کجی نکنه. اساسیاشو تحویلش بدین. بگیر اینم پول کاریه که تو این مدت تو زندان کردی. دست شما درد نکنه جناب سربان. دست کردم از دست حلال زاده. حتما کارو برم سکه میشه. قربونت برم الهی. بده من پوله رو سرکار. پوله رو بذارم سرم که همیشه پوله رفته سرم. اینو بده من. قلم 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 بده من. دفتر واکن مرخصی رو امضا کن. هم نلیکن سیر نمیشم از بنابرای سلامت مجلس رو به مرک مدر. خواهش میکنم به سلامت سرکار مروسی هست. لطفانی پاینده بده بایگانی. خدا حافظ. باز دزدی کردی؟ نه خیر جیب باری. لطفانی پاینده به امیدی دیدار سرکار. آخ الهی شکرت که حسن آزاد. وخ 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 ببین چقدر اومدن استقبال ما. از شلوغی خیابون بند اومده. پدر من اینجا. سلام پدر. سلام پسر. دلم واسه این قطع شده بود. ببینم حالت خوبه ها؟ آره خوبم. تو چطوری؟ ماشاءالله حال اومدی. مادره چطوره؟ داشت کچلوه چطوره؟ همش خوبه. آدم حس میکنه. ببینم پسرم ماشینت کو؟ ماشینه؟ آره اونه هاشش زکی؟ هتون فت فت؟ ها؟
تو هنوز موتور سوار میشی؟ چرا قضیه دست با چلوفتی هستی؟ از پدر پدر سوختت یاد میشی؟ نتونستی یه ماشین واسه خودت دست بکنی؟ بابا همینم از سر ما زیاده. آخه با دست خالی که نمیشه رفت ماشین خرید. من کی گفتم ماشین بخری؟ این همه ماشین گوشه خیابون گذاشته. یکیشو انتخاب کن، خدا رو شکر کن. فعلا بیا سوار شو. فقط خدا کنه که افسر راهنمایی کنه. من خودم بالا تماشا کن. پسر به این بی بی بالا نوبره. من بابا بس ستم تو هوای خودت داشته باش مرد شوری و تو پیت پیت دوباره ساپورت شوری یک کام داره من چه کار میشه من کجا رانی پای با بود من چه میدونم یکی تو یکی تو داری ایمان یا مرد شوری هولم نکن هولم نکن بایدار چه وقتی شکار چه؟ من بینم با اون فروش با سر با چش ببینم کجا داره من یا نه؟ از کوبیک برگشته همیتونی دست کنی که نمیاد خونه تو برو تو من آقا بخبره چی بخری؟ باید یه خونه سر صحبت بخرم بعد یه خونه برو به سلامت تو برو دست خونه برم برو برو کجا بردی؟ کنار خیابون افتاده بود. کنار خیابون افتاده بود. آره جون دلم. مال بی صاحب باید صاحب شد. نباید گذاشت بی مصرف بمونه. برای این ماشین احسان زادگانه همونه که قراره برم پیشش کار کنم. خیلی خوب فعلا بزن یه خود بابات باز. رسیدم به خیر آقای امیرحسن خان. کوبت خوش گذشت ان شاء الله. جای همه تو خالی عجب آبی عجب سلولی عجب هوایی. بابا بابا سویچ رد کن بیاد ببینم. ای بابا گفتم چه عجله‌ای داری پسر. میدونم از کجا بلند کردی میذارم سر جاش. والله ببین بابا. بیا پسرم این سویچ ماشین بذار تو گاراژ چماقچی بگو حسابی چماق کاریش کنه از کویت تا اینجا دویده راستی تو صندوق عقب ماشین چند تا بسته سوغاتی برش دار بده به پدر جانت سوال کنسر کنم عقبی هستن بله همین الان تشریف آورد خیلی عقبی هستن چشم ما روشن مرمت ولی کم بشه خوش گذشت جای شما خالی خیلی ممنون ما همیشه جویای سلامتی سرکار بودیم بپا کنار بینم با قربون دست پسرم ماشینی بذار گاراژ و زوف بردار سوغاتی کویتیه بله سرکار خوب چیکار میشه کرد دیگه آدم ایال بار توزی دست با این چشمش کن باشه و فکر کنم بچه میشه بنام خدمت نه باشه خدمت خود تو میرسم به فرمایی خواهش میکنم چشم شما روشن سرکار معدل خان همسرتونم که از سفر اومد بارگون شما معلوم آدم خوب و زحمت کشیه بله ماشین بی صاحب من آوردم اونجا پارک کردم رفتم تو مغازه بی صاحب این جنسه صاحب مرده رو بیارم یهو دیدم ماشین آب شد رفت توی زمین با خودم ماشین چه رنگی بود؟ شماره چی بود؟ ماشین بنده کرم رنگ بود سفید یخچالی با نظرم آبی آسمانی روشن دودی خاکستری هم بود شمارهشم 53567 گفتی شماره 53567 همین نیست؟ بله خودش قربان تو بله کجا بود سرگر؟ آها خودشو قربان تو بره میلایسه که تو پیدا کردی خدا تو رو عوض بده به خدا واقعا تو نباشه من نمیدونم چی باید بکنم الحمدلله رب العالمین قربان تو برم سرکار جان نزدیک بود ابرویسیت من بره ولی تو باعث شدی به خدا خدا عوضت بده من نمیدونم چجوری باید از تو تشکر بکنم مرگ من بس کن جان من بس کن ببین هنوز پامپ به خونه نرسیده باز شروع کردی یا نگاه کن عزیز دلم ببین چی واسه دوردم حز کن کاشکی سر سفره عقل آلمونی میگرفتم و بله رو نمیگفتم خدا بیا مرزتت مادر که سغلمه تو پهلوم زدی و مجبورم کردی زن این مرد بشم هزارت آفرین صد باری کلا دست خوش ببین چه جوری داری بهم خوش آمد میگی ببین آخه همه امروز فرداست که عروس میاد تو این خونه نبدار میشی عروس میاد مگه خبر مبری از کوپول مپولی من آره پسرت با دختر سرکار مدولی خان قراره عروسی کنه بله 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 اش دختری یه پاسبان عجب کودنی این پسر چی؟ خیلی هم از تو باشعورتره
تفلکی برخلاف باباش خیلی هم غیرتیه. صبح تاشون جمع میکنه و خرج ما رو در میاره. اون کوفته شامیه که تو زندون میلونبوندی خیال کردی از کجا میومد؟ ملوک جون قربون شکل چاو و چلت برم، حسن تو کفن کردی بد قلقی نکن. تو ببینی هر شب تو زندون خواب تو رو میدیدم. حالا یه ما چاو داری رد کن بیا خواب یه ما داشتم با مادر چوخی میکردم که دستم قصر در رفت. ببینم امیر ناصر خان امونتی رو پس دادی خیلی راحت شد. تو چطوری پسرم؟ حالت چطوره امیر چیچی جان؟ امیر منصوره دیگه، بنابر خدا از بس باباشو نایده غریبی میکنه. دست خودم که نیمن که دلم نمیخواد برم تو هلفتونی. چه؟ آخه حواس برای آدم نمیخواد به زور میبرنم مسافرت. خدا کنه این مسافرت ها خسته شده باشی و بری دنبال یه کار نون و آب دار، یه کار حسابی. پسر جون تو این دنیای بزرگ هر کسی یه کاری داره. خب منم کارم اینه که هی برم تو هی بیام منزل. اون بابایی که جنس و گرون میفروشه یا اون کسی که رشوه میگیره دوز نیست. اون وقت ما که اصیل و پدر مادر داریم بدنام شدیم. عزیز دلم یه چایی بزه جلو عشقت. فعلا که برقمون قطعه، سه ماه هم کرای خونه نداریم. سر کار درست میشه. اگه مثل کار امروزت باشه که خرابتر از اینم میشه. وا مگه امروز چی کار کرده؟ چی کار میخواستی بکنم؟ زرزر علمه نزدیک بود مارم کتی بکنه. نه نیومده میخواست صاحب ماشین بشه. اونم ماشین کی؟ به به عجب ماشین. پریدم از ماشین کشیدمش پایین، اینجا اینه گرفتم. اونم آمد پایین تو صندوق اینجا های منه گرفت. با جان تو ایشرت جان یک دفعه دیدم یقی من داره پاره میشه، کشیدمش پایین یک اردنگی زدم به کپلش، افتم روی زمین بخودم. بعدشم دستشو بستی و تحویل پلیسش دادی؟ خود دستشو بستی؟ نه خودم بستم. باید برم پدر جون، سلامتی شما مهمتره، اینقدر فکر کار نباشی. نمیشه جانم، فردا کمیسیون دارم، بعد از ظهرم باید برم سند زمینا رو امضا کنم. سلام. ولی من هنوز شوهر دلخواهمو پیدا نکردم. شما بریم بیرون، من اینجا کار دارم. این چیه؟ این اسمشه یه ریگاتوره دوره دیگه. نه قربان تنقی است، جیگر جلا میده. من احتیاج به این مزخرفا ندارم. دمشین آقا دمشین، زود باشی دمشین دیگه. قربان اجازه بدی سفره شما رو میبره با خودم. چرا مسخره خودتی؟ یه ریگاتو تا حالا ندیدی؟ نمیخوام نمیخوام. بابا وایسا آقا جان، چه خبرتونی؟ جلوشو بگیرین بابا. گنده بک کنه میتونه آقا رو دمرش کنی؟ بابا این دیوانه است. آقا وایسا خوب با خود. من احتیاج به این ریگاتور ندارم. خیلی جلوشو چیه؟ چرا آقا جان وایسا دیواره کلک بکن. آقا نمیخوام. آدم بیش آقا ها آقا نفر آدم نمیتونن یه نفر دمر کنن؟ برای یقی من رو چرا میگیره تو دوباره من رو خراب میشه؟ من چیمه؟ مرد که یقی منو میگیره. باکن در باکن میره ایبا نکنه میشکنه با باکن ای دکتر داری میشکنه تا بودا گوه این همینطور مونده رو دست من چی کارش کنم؟ گواهم خراب میشه. یا چه خوش ترکیب هم میتونی راه نماییم کنی؟ من اینو چی کارش کنم؟ پیداش کردم، من پیداش کردم دیگه، دوام خراب نمیشه. پیداش کردم دیگه. باری کلا من فکر کردم دیپلومتی گرفتی یه مچ بده بابا. برش کن برو مادر جو مدرسه دیر میشه، بدو از کنار کوچه بریا. میبینم مادر برق وصل شد. چجوری برق وصل شد؟ چه میدونم، از بابات بپرس. بابا برق وصل شد. آره پسرم وصلش کردم، اما به خونه همسایه وصلش کردم. بازم که اول شد، این دزدیه، دزدی هم که شاه خدام نداره. بابا اینقدر تون سخت نگی، بالاخره همسایه باید خیرش به همسایه برسه یا نرسه. ها تو رو خدا تماشا کن، اتاق چراغ بونی کردن. آخه جشن گرفتن، آخه از کویت اومدن. الحمدلله همسایم اون دماغش چاق و چلگه است. چه ابداری جوره بارم بکشه؟ شما قول دادین دست از پا خطا نکنین. بی خود خودتو خسته نکن مادر، داری یاسین به گوشش میخونی. یاسین به گوش بنده؟ بله. حالا بهتون نشون میدم، به تو کرده بزم نشون میدم. یاسین به گوش بنده ملوکه بفرما. حالا یاسین به گوش جد آباد. الهی برق بگیرت تا راحت شد. زودتر بری، هزار تا کار دارم امروز برای اومدنش اهل محله با آشش پدر. ای پدر بیا تو رو خدا، تو رو چون مادرم قول بده که دیگه این کارا نکنی، دفعه آخرت باشه. قول میدی؟ قول میدم، قول میدم به جون مادرت قسم قول میدم. پا بزن قدش، دست مردونه بده. بفرما. به جون مادرم قسم خوردی ها؟ وقتی گفتم به جون ملوک حرف توش نداری. قول مرد یکیه. قول مردی مثل بابات یکیه. آره قربون تو پدر برم. بزنی بزنی نافم افتاد. دوتا ماچم بده. مادر الان میرم خونه احسان زادگان، حتما کارم درست شده. بزنی زمین پسرم اجاقت کور میشه با. یا
یوها همه چی عوض شد. ها بیچاره پدرم از دست اون آمپول زنه فرار کرد. اون آمپول زدنم بلد نیست، فقط بلده آمپولو بگیره دستش. به خدا اصلا نمیذاش یه لقمه بهش غذا بدم. پدرم هیچ وقت بیخبر از خونه بیرون نمیرفت. خانم ها آقایه، الحمدلله آقا نداریم همه خانومن. ای دکتر آمپولزن و ای جمشید خان دو تایی رفتن دنبال بابای تو، هر زیر گلی باشه پیدا میکنه میارنش. باز میگه دکتر، اون که دکتر نیست. من چی میدانم، بیتال نیشترگی میزنه. آقا صدای موتور گاز مالی یارو میاد. جان حاضر شو بریم بیرون بگردیم، شاید پیداش کنیم. باشه بریم. گفتم پسر چشمت درویش کن کجره نگه میکردی ها؟ این حرفا چه ها جلال، من داشتم عقب شما میکشتم. آها تو بیمیری، تو گفتی و منم باور کردم. خر خودی تیره. خر که نیستم اما خربینم. چی گفتی نامرد، یادت باشی یکی زدی به موقع بذارم کفتش. کار چی شد؟ کار که تو هوا پیدا نمیشد که برر. برو بابا، تو هم همش به من وعده میدی. ای تیغمو میزنی اما کار خبری نیست. با جان خودت، هم برای تو هم برای پدرت یه کار خیلی خوبی پیدا کردم، این تن بیمیرد. همین امروز میخواستم تو رو با آقا معرفی بکنم، ولی تو بیمیری از صبح تا الان آقا رفته پیداش نیست. جان تو ندیدیش؟ جان من ندیدی؟ من اصلا آقا رو نمیشتستم. ببینم باز به جای هندوانه کدو بادم جان آوردیگه. ببین این همون آوازگونه نیست؟ چرا انگار خودشه؟ چی شده هندوانه سیبیل یا قرمز نفس میکشه اینجوری؟ سلام علیکم خانم. بگذرم میرم جنشست. این اینجا راننده اینا که اینکه تصدیق نداره داره ماشین میبره. آمگولی چه خبره، داره میری صندوق آقا؟ ترسیدم بابا چته؟ نامرد کجا رو داشتی نگاه میکردی؟ جان من کجا رو دید میزدی؟ ببینم منظور چی ها؟ هیچ منظوری ندارم، ولی من میدنم تو چه مرگته. اما یادت باشد این گوشت بابا دندانه تو نیست، یه گربه سیاه بزرگی پش خبیده. گربه سیاه بزرگ؟ آره جانم، یه گربه سیاه و یه پشمالو آره جانم. آهای آشپز باشی، گربه ای که موهای سرش بین بلندیه. گربه سیاه پشمالو؟ آره جانم، درشت و پشمالو. آهای اوس اصغر اوس اکبر، بیا کمک کنیم. بیا این رو برداریم بریم. من میگم هندوانه بیار توی کدو تنبل، بیار با من کمک کن. بیاله بیا بینم. تصادف. آها مکوری؟ معلومه. پسر خجالت نمیکشی با این قارقارک مزاحم ماشین من میشی؟ خجالت بکش دیگه، بکش. بابا روت برم، من که کاری نکردم، تو اومدی زدی به موتور من. آخه پسر جان اینجا جای وایسادن ها نه آدم. حرف دهنه تو بفهم دیواره، بزنی تو گوشش. ترمز کن، اونی که بخواد بزنه تو گوش من هر شکمه ننش کرده بیرون. آقا تو بمیری میزنم اشا. بزن 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 با مرگ آقا میزنم. بلش کن، این که آدم نیست. خودت آدم نیستی. میدنی تو با کی طرفی؟ که؟ آیه بزیریش جمشید جمشید خان، داماد آینده آیه احسان زادگان. این میخواد داماد آقا بشد، سیروت بابا رو بکشد بالا برر. اصلا حق نداری دیگه پاتو بذاری اینجا. بله مردشور خودتو موتورتو میبه ها گندی دستو ببرک. نفهمیدم راست میگه. حریف اون نیستی چرا پالن منو گاز میگیری؟ تو میبری با همی فشنگ میزن توی چشم ده. نامرد زده موتور منو خورد کرده، حالا دو قرط نیمش هم باقیه. خدا ذلیلش کنه. بابا اولا خوشگشانت که هرچی بدبختی این سرما فرا میاد. نگاه کن تمام کار کرد امروز من نقش زمین شد. آخه من چقدر مایه دارم؟ راست میگی، آخه مردی که آدم نیست که. با مرگ تو هم من جایی تو بودم میزدم پدرشو در میآوردم. از من نرنج بخود، حالا فردا بیا. خراب شد. آره جواب صاحبش چی بدم؟ تو به گروه پدر مردم آزارتون میاره. نگاه کن نه نداره
الان پولم همراهم نیوردم که یه چیزی بخرم بخورم. من گشنمه، اگه نون داری بهم بده. نونم کجا بود؟ حالا هندونه رو بخور تای دلتو میگیره. نه متشکرم، حالا به هم میخوره. ببینم آششته دوست داری؟ آششته؟ آره اونم با قیمه اون نهنادا آخر حاضرم یه آششته مهمونت. خدا عمرت بده جوون، خیلی ممنونم. این آششته ای که میگی کجا هست؟ خونه ما. خونهشون؟ آره مادر من متخصص آششته پختن، مثل اینکه دهنت آب افتاده داره. پسر جون به کی داشتی فوش میدادی؟ چی شده بود؟ چی بگم بابا، یه رو پدر سوخته به آدم قول کار میدن نمیدن، بعدش هم میزنن موتور آدمو درب و داغون میکنن، تازه فوشو بعد ویران میگن. کی فوشت داد؟ کی موتورتو داغون کرد؟ چه میدونم بابا، یارو برادرزاده اون میلیونر است، اما یارو احسان زادگان. احسان زادگان؟ آره من میرم در خونه جنس تحویل میدم. کیش کار حقوق بازش قول داده بود که واسه من یه کاری پیدا کنه، کار که نداد هیچی، عوضش کلی هم فوش خوردیم. ای دستم به اون احسان زادگان برسه پدرش در میارم، پدر سوخته رو. خب حالا بریم اون آشرشته که گفتی بخوریم. انگار دهنت آب افتاده. داره شاعر شهرستانی میفرماید آش کشک خیلی بخورید پاچه نکنید پاچه جلد بخورید میرم فاتی جون خورتونه دست برکتش بیرم برکتش بیرم بزرش اونجا مادر چشمم بذاری مجدس خد کلک آشو کرده ایتیاد خون مجدس خد به مام برسی برکت یهو همه قیمه میگه چکلی سلام علیکم سلام علیکم آقا به موقع اومدی. سلام امیر ناصر خان، مهمون دعوت می‌کنه، من خودت دیر میای. شما خودت صاحب خونه ای. بیا پیش خودم. بیا پیش خودم. سبزی سبزی شوفی داش بفهم. خیلی ممنون. یا الله یا الله. خوش اومدین. فاتح جون واسه امیر و مهمونش خوشقاب بزن. خوش اومدین آقا. ببخشید مزاحم شدم. خواهش می‌کنم خوش اومدین. قابلی نداره هستم. این دختر خانم کیه؟ اون دختره نامزد امیر خانه چشات درویش کن. میدانم اون چشای قیچت رو در میارم. این مولو جون هر سال تو آشکت پزی آشپز شایسته میشه. من جون چه ریزار تو میدان گرفتی تا اینجا. بفرمایید نگار اخو من فاتی خجالت بکش. بازم تو بپوش. این چه لباسیه که پوشیدی؟ من میبینم مردم دارن چارچشی نگاه میکنن. بازم ارد میدی؟ ببینم همشیرته. نه دختر سرکار مدولی خان همسایه‌مونه. فهمیدم نامزدته. خواهش می‌کنم پلو فاتی جون از اون پلو واسه آقا بکش. خوشمزه است. عالیه. نوش جون خیلی وقت بود یه همچین آشی نخورده. اینه گل قاجی. کوکب خانم جون. چه خوشمزه. قابلی نداره دیگه آش. بابا من دیگه یواش یواش زحمت کم نگاه. به این زودی کوچه میخواییم به این حال تک بکته بشیم. اینا که رفتن با هم میره توی عرق روشی یه گیاسه که من میزه آره یعنی بابا مرکت بیا اینم مالی نه 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 دیگه عثمان نریز نه 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 بیا جونم یه کم نه من دیگه نمیتونم دارم سوس میشم. آقا سوس شده جای اشرت خالی. نفهمیدم کاش میومد که منو با این حال ببینه. ببینم مشتی اشرت دیگه چی؟ خاله بچه هاست. خاله آقا زنم خیلی وقت مرده. ای بابا نراد نشود که من میخوام با اون عروسی کنم. منم میخوام واسه پسرم زن بگیرم. پسره؟ چه پسر خوبی داری. آره جونم پس بی مطلی باید کارشو کرد. کارشو کرد رفیق گوشتو در بس بذار در اختیار من. بگو بگو گوش میکنم. من خونه یه خرپولو زیر سر گذاشتم، حاضری بی شیله پیله با هم کارشو بکنیم. کارشو بکنیم خب باشه. آره رفیق من عادت دارم همیشه گوشتو از بغل گاو ببرم. آفتاب دوزی در شأن من نیست، به من میگن حسن سیبی. حسن سیبی پس تو دوزی یا دوباره تو ببر صدا تو. خیلی خوب اگه بخوای کلک بزنی یا با این کرفی گرن درونی تو میرزم بیرون. حاضری بی کلک با هم کارشو کنیم. کجا بریم؟ عجب خری هستی یا اولاغ جون دو ساعتی دارم وسط حالی بلند شو ببخشنش مست. آخه کجا؟ الان میگم کجا دور نیست. ده بگو کجاست. همین نزدیکی هاست. خونه یه آدم میلیونره که پولش از پارو بالا میره. او این همه پول داره. اسمش چیه؟ اسمش احسان زادگانه. میلیونر معروف. چی؟ گفتی اسمش چیه؟ مگه کری احمق؟ گفت
گفتم احسان زادگان کارخونه دار و میلیونر معروف هست، تو به اسمش چیکار داری؟ آخه احسان زادگان منم. تکی بگو تو بمیری؟ تو بمیری؟ خودت بمیری مردی که پدست سوخته. اون با آشغالای تایچی به صد تایم استوری میخره. منو میخره؟ غلط کرده؟ تو گیلاس داره هی داره کمپوز در میکنه. خیلی خب بابا اون غلط کرده، تو راست میگی. ببین ولی اون مردی که پدست زد که میگه غلط کرده همیشه تو خونه 400-500 هزار تومن پول نقد داره که توی گاوصندوق آهنی که پشت یه تابلو قایم کرده. تو از کجا میدونی؟ ای بابا کارمه دیگه، برای در تو هم مثل که از اون دوزه ناشی هستی. من ناشیم؟ کی بریم خونش تا نشونت بدم؟ من بهتر از تو کسای دیگه همه سوراخ سنبه های خونش رو بلدم. اگه حاضری پس همین امشب میریم خونش. باشه بزن قدیش. باشه بزن. اینم قدیش. زدی قدیش مرد که من آدم سنگدلی نیستم، بگرنه بعدم نمی اومد خیر خیره یه وامونده زاباقو بچسبم و تو میتونه فشار بدم تا جون از هرچی نبدترش در بیاد. مرگ تو بشه دو من قایم شد. بیا بیا ببینم، بیا اینجا مادر شرق از قایم موشک بازی در میاری پیره مرد معلوم شه خیلی ترسود تشیف داری. هرچی آدمو نبینن و نشناسن بهتره. درسته، حق با توه. حالا باید این دور برا ببلی که این تا هوایی زده شنگر بشه، یه نقطه تاریک تر بشه کسی نبینه دیمون. بیا ببلی که بیا اینو بکی بزنم شد آبا هنوز نایمده. آی خدایی از فکر رو اشرت خانم جان، یه گلس از این ویسکی بزن از عالم هپانو در بیای باری توی خمسو لمسه. نمیخوام میل ندارم. نمیخوام بونه بونه بینم گلنا. خیلی خوب من کلکتم هوامو داشته باشی. یا ببینم تو رای دوزی رو بلدی؟ آره من راچه اینجا رو خوب بلدم. چه راچه اینجا رو خیلی خوب بلدی ها؟ بلدم. خیلی خوب، حجی نمودی بیفتی جلو من. خیلی خوب اون با من. برو جلو نه ترس، من حواده دارم. اوه اوه چه سگ بد حیبتیه، حتما به صاحبش رفته. نگاه کن چه خفه دست سگ زار. این سگه چقدر پارس میکنه. خدا اینا پولا رو دست من مونده، من چیکارش کنم؟ با شما جماعت بس من اینام پولو چی کارش کنم؟ اگه گیرش بیارم میدونم چی به روزگارش بیارم. اگه گیرش بیارم میخوابونم و شیش تا آمپول بهش میزنم. من اون سه تا از آمپولاش مونده، متفقی؟ مونده دیگه؟ اگه امشب پیداش نشد من رو من شیش تا آمپول با هم بهش بزنم. شیش تا آمپول با هم. پسرشون هم خورد شده، یه خرج عروسی و یه مایه دست هم لازم دارم. اگه یه کمکی بهشون بشه خیلی ثواب داره. چه معطلی زود پشتی که الان واضح شده. یا قاضی الهاجر خود باشو. آره باشو. آبون چنجا علی حق که نشون دادی دروا کنی بریزی تو. هرچی پول پله هست بریزی تو. الانه میریم یه کافه سازن زمی گشت میگیریم این کازه عرق میخوریم تا ناشدی که بسیم تیری بری. سیگ اومد پس بیزن به چاک. برو بیا موسیقی
خانم گرسو فیل فور بیجا سیفرش ایچ پلیسو سلام نلیکن بعضی از جنوالی بیان از مجموش یا رو حتن تیویله آره این گره مره نمیشنفه آره ری خونش اشتشته خوردی میجونه تو خب چی میخوری؟ من سو حازمه دارم اشتشته ها سر دلم مونده ای بابا تو هم برسی میلیونه رو گرفتی سو حازمه مال من تو نیست لطفا یه بطری آب معدنی بر من یه جون دلم یه بطره میسی که پیچه شیش بس امشب به چاره که بزن از اونا که خاطر با من حتی نشونه اینی دارم سر بزن بزن از خیلی و پیشتا حالا واقع تو رو چوب میزنن آن بیزده خودم الان ترتیبش میدم تماشا کن ببین چیکار میکنن خلاصه که بپا نگردان خودت رو نزن در روش جان کریم ممنون عشیمون بشی فردا حالا نم نم نمک میدم سمو بابا خونم براتون برمیدم حتی بار میاد بانم خونم توی اگه من داشته باش میخم برم حساب این حسن سیبیل ناکسه برسن اونه با همه یه دنبال من حرفی نزنه من دنبال روی تو هستم ناکسه برسن چرا رو ختم برگردونگی حسن سیبیل پیخ یار نیار پیخ پیخش نکن بزنی پیخ مخونم پیخ پیخ حسن سیبیل این بوتی را میبینی؟ دیگه نمیبینی الان میشه میکنم اخجلش اخجلم نکنم چی؟ ای بیمار ابن حکیم پس رفاقتم کش رفتی بره رفاقتی بی رفاقتی پشت سنگره برو کنار میزنم تو سنگره بابا اینجا که جایی دادوازه نیست بس کنی بابا و به هم بیخیم بری بیرون نبا کنی تلفن کار میکنه الو بله شما این پدر کجا رفته بودین؟ هیچی دخترم من که یکی از رفقای قدیمیم هستم کیه؟ آره پدر آقاست؟ آره خدا جون این سرصدا چه تو تلفن میاد؟ بده دیگه چیزی نیست رفقا دارم شوخی میکنم خواستم بهت بگم دل واپس نباشین بابا راستشو بگین اگه ناراحتیتون از منه حاضرم به خاطر شما با جمشید عروسی کنم نه نه اصلا حرف جمشید نزن نمیخوام اسم اون پسره رو بیاری دخترم من خودم واسه یه شوهر خیلی خوب پیدا میکنم آره بهت قول میدم از همون شوهرهایی که آرزوشو دارم علی شو اینا هنو خوابم آره مگه نمیبینی مثل مرده خوابیدن بلند شما چه روز خوبی ملوک جون باور کن دیشب تا صبح خوابای خوب میدیدم به مرگ تو خواب همه رو دیدم قربون تو بسر سلام پس من دیشب اینجا بودم بله نصف شبی هر دوتون مست و پاکی اومدیم اینجا خواب آره رفته بودیم کافه تو زیادتر ظرفیتت بار کرده بودی گفتم نکنه بلایی سرت بیاد آوردمت خونه کپوندمت مولوک جون لباسام کجاست میخوام بعد از ورزش بپوشم برم خواستگاری خواستگاری کی؟ خواستگاری فاتی دیگه وان تو با وان تو چی داری میگی پسر؟ بابای فاتی یه چنگ اسکناس میخواد درسته خب منم یه چنگ اسکناس بهش میدم تو جیبم پر از پوله میگیره کتت کو؟ خودت برو ببین برو ببین دیدی حالا دیدی مولوک جون کش نری ازش پسر ببینم تو این همه پول از کجا آوردی؟ بهش بگو پیری بهش بگو که از کجا آوردی از قیافش معلومه که چی کار است چی کار است؟ باش بگو این پول مال کدوم بیچاره یه ایش کن گردن کل فوچه مربوطه مال یه احمق خرپولیه که اصلا ککشم نمیگزه اینقدر پول داره که حساب کتابش از دستش در رفته مینه بهش ببوده
حالا چی بگم؟ بگو پدر نامرد مگه لالی؟ بگو که خود میلیونرم لابد هزار تا دوزی خرکی فرکی کرده. چه غزه سر خلخولا کلا گذاشته تو به این ثروت رسیده مگه نه؟ ده بگو ده. والا چی بگم؟ این یارو خونش کجاست؟ خونش کجا؟ تو خونشو بلدی؟ والا چی بگم؟ مرد حسابی خجالت نمیکشی دوستی میکنی؟ راسته بنده منو با گوشه خیال میکردم تو آدمی. با تحتر شده این پولا رو به صاحبش پس بده. فکر بدی نیست به. پسر جون من میخوام با این پولا فاتی رو برات بگیرم. لازم نکرده من حاضر نیستم با پول دزدی عروسی کنم. بله نفهمیدم. حالا میخوای با پول دزدی واسه بچه من زن بگیری؟ نه مولک کپل تو مرگ... چه میخوای با خودی کارت نداری؟ اگه نمیخوای خفت کنم باید بگی که این پولا رو از کجا دزدی بلا تحویل پلیس رو میدم. خیلی خوب ولم به پلیس گفتن نداره آبرومون میریزی. من جاشو بلدم خودم میبرم میذارمش سر جا. آره تو بمیری گوشتو بدم دست گربه اخ که همشو برداره ببره. نه ترس من خودم باش میرم. باشه با هم من خونهشو میدونم خیابون پهلویه اسمش هم احسان زادگانه. خب تا چرا معطلی را بیا بریم دیگه. نزد بکن نزد بگلم گوش شد ایران ایران چرا بکنم خوش باید روز روشن که نمیشه رفت خونه مردم بزنی شب که شد برین شب بوی بیزمونو چه جوری بردن تحویل بدن. خدا به چه کنم گرفتارتون بکنه. آخه آدم به کی بگه به کی بره بگه به کی چیز عجیبه هنوز بابام نیومده اقلا یه تلفنم نزدی. چرا تلفن بزنت قربان تو برم چرا لبو در گوجه ای هست بو بیشتر خوش میگذره دی قربان فالکی داری میگه هرس جوش میخوری. به قول مسئله معروف میگد ای آب من هر کجا میبری ببر فقط من خانه من نبر. تو من بجونم شما خونه رو براش جهنم کردی مخصوصا اون که دو روز آمپول دستشو همینجور راه میده. ما ندیدیم کسی آمپول بگیره دستشو عین علی وردی از این طرف با اون طرف بره. راست میگی آقا قیافه این اسخر آمپولی رو نگاه کن تو خدا فقط بلند راه بره عین کوری که اسکاشیشو گم کرده باشه. آخه ریختش نه تو رو خدا نگاه کن نگاه کن ملک المود نفسش هم گرفته راحت آسوده فقط راه بره. جالیزبان وایساده کسی خیار ندوسته. اینو چی کارش کنم؟ شیشتا مال دیروزش شیشتا مال امروزش میشه 12 تا 12 و 3 میشه 15 تا هر 15 تا رو یهو بهش تزریق میکنم. چی ره هر 15 تا رو یهو تزریق میکنم؟ از قرم بولی تو الان 2 روز تو یه دنش موندی مردی سبی 15 تا رو چجوری میخوای بزنی؟ اول یکی رو با خودت بزن ببین چه مزهی داره. نه بزنده بزن ببینم چی میشه. جمال آقا به من میگن از آمپولی اگه گیرش بیارم میخوابونم و هر 15 تا رو یه جا بهش تزریق میکنم. این دفعه هم که نشد بیگرد سر گیره اون اومد نزشتن پیش درن رفت. بیا کجا هست؟ شب اومد ای دوست ای امان دوست آی کدو دوست سلام بروی ماه دوست سگ جنابالی. ببینم آقا زده جنابالی چاقو ماغو که با خودت نداری ها؟ داری یا نداری ها؟ نداری؟ نه پس مثل بچه آدم دست رو به دیوار کله بالا پاد زمین باشه. چه خبر؟ دوست جان دوست این که همون میوه فروش هست. بله چه خبر شده؟ بله دوست قربان دوست آمده بنده دوست گرفتم باغوره. آها پس به بهانه میوه فروختن میامدی دید بزنی که راچه های این خونه رو پیدا کنی و بیایی دوزی اوهش وای دوزه بیشون من راست نیستم. جمشی چرا میزنیش؟ حالا معلوم میشه. آخه نه ببین زبانشم دراز خانه خراب. آخه جوان مردی ببینم نکنه تو آمدی به جای پول دوزی پول بیزنی توی گاف صندوق ها؟ بله بله میترسم برو تو اتاق من تو نیدوز. الو کلانتری اینجا منزل آقای احسان زادگانه. آقا شما این دوزی نگه دارین تا من برم یه تناب و کلوف بیارم اینه تغرپی چش بکنم نامرده بوسده میکنم نکنه برای سر بزرم
زلم تریکی تو لوهت. پس امیر گو پسرت متاسفانه گیر افتاد. اون بدشانسی آوردی. درتو در میارم. به من میگن حسن سیبی نه مرگ دستبی. پسر بیچاره منو گیر انداختی خودت گر رفتی. مخصوصا این کلک بزنی پسرم گیر بیفتا خودت کنار صاحب بشی. میگه من میذارم از خورفایی میده. من تقصیری ندارم، تو فقط یه روز بهم مهلت بده. آره که بزنی به جاک مرگ تو. من میرم خودم رو معرفی میکنم تا اون آزاد بشه. خوب فرصتی دستم افتاد. میندازم گردن اون پسره. جناب سروان، به ابوالفضل ای من دزدی کرده باشم. این تن میمیره، من رفتم پول تو صندوقشون بذارم که اومدن یهو یقه منو گرفتن و آوردنم اینجا. چون شما راست میگه. چه رفتی پول تو صندوق بذاری؟ بله. خب چقدر بود؟ والا نمیدونم، فکر میکنم 10-20 هزار تومانی میشد. 10-20 هزار تومان؟ آره من که نشمردم ولی همین حدودا میشد. ببینید چقدر ناقابل. 10-20 هزار تومان؟ بله. استاپ استاپ تربیت سرکار من ولیکان جیباشو بگرد. بکرد چیزی تو جیباش نیست قربان. به خدا من تقصیری ندارم جناب سروان، باور کنین راست میگم. اسمت؟ امیر ناصر. اما به خدا شاید همین تویی دزدی کردی؟ والا من توف بروت بیاد. من رفتم اونجا که پسر این چه کاری بود کردی؟ چرا باور نمی کنی؟ من دارم راست میگم. من ولی خان مگه این پسره رو میشناسی؟ بله همسایه‌مونه، قرار بود داماد بنده هم بشه. من سلام عرض میکنم، من جمشید برادرزاده آقای احسان زادگان. بفرمایید بفرمایید. متشکرم. اومدین شکایتتون رو بنویسین؟ بله. خب بفرمایید. خوش میکنم جناب سروان، این پسر تمام صندوق عموی منو خالی کرد. متجاوز از 1,000,000 تومان پول نقد و اسناد و غیره تو صندوق بوده. اشتها تو برم پسر، 1,000,000 تومان؟ جناب سروان به خدا بی خود میگه، من اصلا روحم این چیزا خبر نداره. باور کنی کار من نیست. کار خودشه جناب سروان. خوب به قیافش نگاه کنین، دوزی از قیافش میباره. نه خیر، خیلی هم جوون پاک و درستکاریه. بله هر روز میره حمام، ولی بنده کف دست منو بو نکرده بودم که شما با دوستتان قرار گذاشتین که پسر رفیق جناب علی هر روز خودش با فاب بشورد، بعد بیاد در منزل خودش جای میوه فروش جا بزند. اصلا تقصیر من پدر سوخته است که میخواستم برای خودش و پدرش کار بگیرم قربان. این بد. مگه تو پدرشو میشناسی؟ بله قربان میشناسم. من غلط کردم، من اصلا پدرش نمیشناسم، نه جنه جنب علی. خب شاید آقا میخواسته به این وسیله با لیلی آشنا بشه و ازش خواستگاری کنه. میخواست کلک مرغابی رو بزنه. آره بابا جان، خواستی کلک بزنی؟ ای بابا کلکی. ای کلک بابا، حالا چیکار بکنیم؟ چیره چیکار بکنیم؟ طرف فعلا توی زندان زندانی. باید برین شکایتتون رو پس بگیرین و با احترام و عذرخواهی از کلانترین مرخصش کنین. چشم بابا. تو هم باشون برو. بنده برام بیارمش اینجا؟ نه نه، مبادا بیارینش اینجا. اصلا اسم منو نبرین. من از روی اون و پدرش خجالت میکشم. خدافیش. خبرش دیگه؟ دست من خوش شد. تکلیف این آمپول چی میشه؟ به کی بزنم؟ تو رو خدا بذار امروز اعصاب آقا راحت باشه. بیه بیه بیه. باز که شما تو کار من دخالت کردین. چند دفعه باید بگم تو کار من دخالت نکنی؟ نکنی دیگه، نکنی. بفرما بفرما لیلی خانم، اینم آیا امیر ناصر خان. سلام آقای امیر ناصر خان. سلام قرد. شما من میشنسیم. خیلی معذرت میخوام، سوء تفاهم شده بود. بفرمایید سوارشیم. گفتیم منو میشناسی؟ بله، پدرم شما رو معرفی کردم. بفرمایید سوارشیم. بله، پدر خانم با پدر شما همکاره. اینجا بده قربان. بفرما ما شما رو میرسنیم. بفرما جانم. بفرما پیشر نگرد. که پدرتون منو میشناسی؟ بله. من همه چیزو میدونم. شما اومده بودیم با ما آشنا بشیم. من از شما معذرت میخوام. منم معذرت میخوام. خیلی متاسفم. من که از کارهای شما هیچ سر در نمیارم. حق داری ناصر خان، حق داری. برای اینکه این بچهای این روزی ها دیگه پدرشان قبول ندارن. ولی لیلی خانم، با جان خودم این امیر ناصر خان خیلی به خاطر شما با زحمت افتاده. آواز خان شد، میوه فروش شد. اون شب هم آمده بود شما رو ببینه طفله که این همه گرفتاری سرش آمد بکنه. با آقا، ولی خب میدنی ما که تفسیر نداشتیم. شما خودتان رو معرفی نگردین ده؟ از پدر من با پدر خانم همکار. بله، ممکنه تشریف بیارین منزل ما؟ بله، چایی بخوریم. نه، خیلی متشکرم خانم، من باید همینجا پیاده شم. اینجا که بده، اجازه بدین برسونیم تو منزل. شما خیلی لطف دارین خانم، ولی من باید همینجا پیاده شم. باشه، باید این الان از ماشین خودشون لذب پنج سب کنم نگاه. خدا به سلامت جناب آقای خوشبخت، حضرت آقای خوشبخت، خدا حافظشون. قربان. هنوزم خیلی
خیال نمی کنم امیر دزدی کرده باشه. او کلانتری اعتراف کرد، خودم ازش بازپرسی کردم، اون به خودم اقرار کرد که دزدی کرده. سرکار حالا کجاست؟ جای خوبیه، تو زندون تا چشه چهار تا بشه دزدی نکنه. فاتی فاتی بایست بینم فاتی فاتی یه دقیقه بایست چی شده؟ چرا به من چپ چپ نگاه میکنی؟ با این گندی که بالا آوردی توقع داری بازم محلت بذارن؟ چی داری میگی؟ تو به کوچه علی چپ نزن، تو دزدی کردی، آقا جونم خودش ماشه تو گرفت. فاتی این چه حرفیه میزنی؟ گوش کن تا وسط بکن. هیچم نمیخوام گوش کنم، دیگم نمیخوام ریخت تو ببینم. از کوری چشم تو هم که شده میرم زن اکبر قصاب میشم. فاتی جون تو رو خدا گوش کن تا بهت بگم. اصلا نمیخوام حرف بزنی، برو گم شو. آخرش نگفتی امیر کجاست؟ چرا نیومد خونه؟ بنده چه میدونم کدوم گوری رفته؟ لابد با رفقای نابابشون تشویش بردن عرق خوردی. نه خیر، پسر من اهل هیچ فرقه ای نبود. از روزی که پات دو مرتبه گذاشتی تو خونه اونو زابرا کردی. بنده به گور پدرت خندیدم. امیر جون کجا بودی؟ مادر الهی دارت بگردم. راست میگه ولش کن. بله بله، نفهمیدم چطور شد، مگه تقصیر بنده بوده؟ معلوم میشه یارو سر قولش وایساده. خب الحمدلله که به خیر گذشت، دیری بالاخره آوردم. همش تقصیر شماست پدر. بله آره روی من رفت. بله بله بجوره. ننه جون چیزی میخوای برات بیارم؟ نه مادر. ملوک خانوم سلام. شما این کوکب خانم جون سلام، از ماست بفرمایید. ممنونم، بفرمایید. این خرت و پرتای پسرتون که واسه دخترم آورده بود پس خواهشی که ازتون دارم بالا غیرتان که دور ما رو خیت بکش. خدا مرگم بده، واسه چی کوکب خانم جون؟ ما دخترمونو به یه خواستگار دیگه دادیم. خدافظ شما. خوشگل میشن به تو هم خوشگل میشن. حالا مگه چطور شده؟ آسمون که به زمین نرفته، این همه دختر خوشگل پشکل تو تهرون ریخته، همه منت تو رو دارن. قصه چی میخوری فرزندم؟ دادا دیگه نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. پدرم با کاراش آبرو و حیثیت برای من باقی نذاشته. از شانس بد منه که خدای همچی پدری نصیب من کرده که حتی عشق من از دستم بره. من دیگر در این دنیا هیچ دل خوشوی ندارم و چون نتوانستم پدرم را اصلاح کنم، بی سلمونی با کرده پسره، و به راه راست بیاورم، شما را ترک میکنم. بله دیگر به دنبال من نگردوید. خدا نگهدار فرزندت امیر. ملوک نگفتم پسر عزت نفسش جریمه دار شده؟ باز تو بگو نشده. گفتید محتوی صندوق حدود 400 هزار تومان؟ نخیر، درست 450 هزار تومان پول نقد و مقداری هم سفته و چک و اسناد. خب به کی مزنون هستید؟ جام سروان؟ کار همون پسر است که عموجان میگن، با پدرش دوست هستن. میتونید به ما بگید آدرسش کجاست؟ نه ممکن نیست کار اون باشه، کار کسی دیگه است. منه چرا نگه میکنی جن؟ آخه عمو جان کسی دیگه کیه؟ یا کار منه، یا کار شما، یا دختراتون، یا آقا جمال. باریکلا جمشید خان، دست شما درد نکنه، آخر عمری بندر دوستم کردی، تو تقصیر نداری. خاک بر سر منه که تو رو نشناختم. ملتفت من باش، ملتفت من باش، خاک بر سر من که اونو نشناختمش. خواب با این هیکل اونو نشناختی؟ نشناختی دیگه. نه نه منو کور کردی. در هر حال ما وظیفمونه که از همه تحقیقات بکنیم. بله جناب سروان، هر طور شده باید پول و اسناد من پیدا بشه. عمو جان آدرس اون دوستتون رو بدین، من میدونم با اون، مطمئنم کار خودشه. تو اشتباه میکنی جمشید. عمو جان شما که شاهد ماجرا نبودین. خب جناب سروان تو کلانتری از اون تحقیق کردن، ایشون هم به اون مزرون هستن. نه من کاملا مطمئنم که کار اون نیست، من اونو خوب میشناسم، اون جوون پاک و درستکاریه، پدرش هم خیلی خوب میشناسم، شخص محترمیه. یه دقیقه بیدی بیشین زن، از بس مثل مرغ کرش را رفتی سرم داری که خاک بر اون سرت بکنه. بله بله نخواستم جلوی بچه منصور حرفی بزنم، از اون ساعتی که پاد تو این خونه رسیده نحسی و بدبختی دامنگیر ما شد. چشمی تو بگیر. تفلکی پسرم معلوم نیست کجا رفته، چه بلایی سرش اومده، میترسم خودشو بکشه. برو تو هم با این پسر نابالغ بی ارزد، اون جربوزه کشتنی یه پشه ناقابل نداره، چه برسه به اینکه خودشو بکشه.
اون لبرات کن بیاد برو چوشه برو بچه رو پیدا کن چرا تو بیرکی من بیرکم من سر چپام رکی آره. همین الان میرم زیر سنگم شده پیداش میکنم بهت نشون میدم حسن سیبیل چه رگایی کت و کلفتی داره آره رگای کت و کلف خوابتون خدا جال سیل گاو اومد آقا جلال خودمون پارسال دوست امسال آشنا تو چطور اومد اینجا خب آمدی میدیگه ایال کرده میتونی به من نارو بزنی نکه بابا سیده تو بیا بری جلال چون خیته موله چون این رفیق با شوخ طبعی رو از عبید زاکانی به ارث برده از رفقای کویتیه بهت که گفتم تو کویت باشاشتا شدم حالا ممکنه یه چای قمپل واسه شون بیاری که خسته نمیخوام چای تو بخورم دست شما درد نکنه ایبا الان براتون میارم اتفاقا چای حاضره مولو جون دورت بگردم زحمت نکش من با آقا جلال میرم شاید بتونم از امیر خبر ببری گیر بیارم مگه نه رفیق نالوت اینجوری به ما کلک میزنه من راه چای خونه رو نشونه دادم اون وقت با یک دیگه کار را شروع کرده نه کسی به مرگ هیکلت قسم آقا جلال سر کافر نیاد اگه بدونی چه بالای سر اون اومد بیا تو بسد بگم کجا داشتی من همینجا باز حساب من با تو تصویه کنم نالوتی آقا جلال جون مگه داشتیم آقا این چاقوی گاف کشیده پس چیش داشتیم آقا جلال کوتا بیا از خر شیطون بیا پایین بریم یه جایی دیگه بشینیم واسه بگم بریم یه جایی کجا از اینجا بهتر همینجا با سنگمونه با هم باکه نمیمیدن بریم تو پاتاقمو واسه تعریف کنم مرشی من این گاف کشی رو تعریف کنم من داره سره تره یکم من ایال بارم 600 آیله دارم قربونت برم هر این داشت رو گوش کن بریم اونجا من همه چی رو واسه بگم بریم تو کافه بشینیم هر کاری میخوای بکنی این گاف کشی رو غلاف کن من که من بریم کافه برگ میزنی مرگ مادرم اگه سن نرگیری بس بی خودی بچه ها خبر آوردن که خونه یه سن زدی سلام هستم آقا دلال خوش اومدی بفرمی 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 خب آقا جون ببینم چی میخوری چی میخورم تا تتوش در نیارم با تو هیچی نمیخورم یه دقیقه سب کن آقا جلال دلم میخواد همچی لپ مطلب بگی چی بوده من که بهت گفتم تقصیر اون دوست پدر سگ بودی خواستم بگیرمش آب شد رفت زیر زمین نارکست خوب رفت تو زیر زمین بقیهش تعریف کنه چی بود بقیهش اینه که خودم کردم که لعنت بر خودم وای 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 حالا هم پوله رفته هم پسرم گیر افتاده راستی میگه آقا جلال یه قلچه علا کرونه قلچه کار ما نیست برو آقا بیکارت ما کلاس رو بالا کارت کنی کرد آقا جلال جون دستم به دامن گره بود کرده آخه ببین ما خودمون دوزه این مملکت بشیم اون وقت یه پیر مرد دوزه زپرتی بیاد به ما کلک بزنه اگه بگیرمش با این دوتا انگشتام ریز ریزش میکنم مچلش میکنم حلقومش میندازن جلوی سگ پدرش نرگه حالا من هیچی آخه شماها باید همینطوری توی ملک دوستی کنین اون وقت من همینطوری بشینم نگاه کنم یه دونه پسرم از دستم بره و هیچ کاری نکنم آخ پسرم دلم سوخت برات حسن جان چرا گریه میکنی حسن جان آقا جلال جون گریه نکنم چیکار کنم پسر عزیزم از دستم رفت هفتان بیه 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 شده نکن نکن یه نکن همچین دیگه یه حسن کلک میخوام کجا رفته حسن آقا حسن آقا حسن آقا با شما کار دارن حسن کلک همینجا بشین تا من برگردم حسن کلک کجا بودی؟ دو ساعت ما رو اینجا منتظر گذاشتی؟ به 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 چشم ما روشن از خرامپولی که عجب از این طرف ها رفتمو دهر مار با عدب باش مردی که تربیت کجا رفته؟ اندکی ده خود نگرد تا ببینی چه خری هستی؟ آقای جمشید خان سرور بنده ایشونم حسین کرد سلام علیکم از خرامپولی ببین این چم میرسه ببینم ببینم چم میرسه من دیگه تو این کارا نیستم خود را بشناس تا آدم خود را بشناسی خب حالا چی میخواستی؟ ببینه خودتی آقای جمشید خان باید یه کاری دارن سلام علیکم حسین آقا چاکر شما اصغران پولی خیلی تعریف تو رو کرده شنیدم دهنت قرصه بله سیمانش خیلی زیاده یه نکنم چین تا نکنم چین دیگه نترس بابا بگو از خودمونه یه خورده حساب با یکی داشتم میخواستم تصفیهش کنیم با نیش چاقو نه جانم نه جانم میخواد یه خورده ادبش کنی یه نصف نصف نازش هست دیگه و
بله، باید همچین ادب بشه که اقلن 3 ماه تو بیمارستان بخوابه. نفهمیدم، تو 3 ماه میخوای اون جوون بدبخت رو از کار و زندگی بندازی؟ این که درست نیست جان من. به تو مربوط نیست. میدونی جمشید خان، این روزا این کارا خطرناکه، برای بچه ها به این آسونی ها حاضر نمیشن، خرجش هم زیاده. قصه خرجشو نخور. خب حالا چی میخوریم؟ یا آبجی خنک، دماغش بگیری جونش در میاد. چیدنی سرد. آبجی خنک، خنک، خنک دیگه، خنک، خنک. خدا بریز، چرا دستت میلرزه؟ بریز دیگه. دست سرد زندگی تو رقم بافته برام، جای هر چی شادیه تو رقم ساخته برام، حالا که این زندگی زندون پیش چشام، دیگه این زندگی رو ای خدا دارن آدم بی درد سر زندگی کنه. اصلا گرفتاری واسه ما از زمین و زمون سبز به مثل این که خودشه. امیر ناصر خان سلام. 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 ببین اگه میخوای منو ببری خونه بی خود زحمت بکشی. پسر جون من چیکار دارم به این کارا؟ گوش کن ببین چی میگم. تو با اون جمشید برادرزاده احسان زادگان مگه خورده حسابی داری؟ برادرزاده احسان زادگان؟ نه. پس چرا میخوان واسه پاپوش درست کنن؟ واسه من؟ شاید داری اشتباه میکنی. نه جانم، خودش اومد پیش من، اسم و نشونی های تو رو داد که بریزن سرت ناکارت کنن تا چند روز تو مریض خونه بخوابی. که اینطور؟ حالا فهمیدم. بله حالا فهمیدم که جریان از کجا داره آب میخوره. الان میرم خونه احسان زادگان و قضیه رو روشن میکنم. این آقا جونت هم یه چیزیش میشه، یکی نیست بهش بگی آخه مرد حسابی، تو که حال نداری تو این هوای خراب میری شمال که چی؟ خب رفته به حسابای جمشید رسیدگی کنه دیگه، مثل این که طرف خیلی کسافت کاری کرده. آقا جلال ببین کی زنگ میزنه. صدای زنگ شنیدم خانم، شنیدم. سال زمانه عوض شده خانم جان.
خانم باید اینجا بینشینه نوکر بره درواز بکنه. از قران پولی هم امروز اومدید آقا جون نیست را. الهی بره و بر نگرده. به به نه فقط ببینین ببینین که کی آمده. بعد آمد و بوی انبر آورد یک دانه امیرخان سرور بندر آورده. بفرما جناب امیرخان بفرما بنشین منزل خود. چه عجب امیرخان، ما منتظر بودیم زودتر تشریف بیاره. برو بینشین دوباره. بفرمایید. مخصوصا لیلی خیلی منتظر شما سلام. بود سلام، حالتون چطوره؟ متشکرم، میخواستم خدمت آقا برسم. آقا رفتن. اجازه بده بنده عرض کنم، آقا تشویش بردن برای شمال. اگر جناب علی کار فوتی فوری داری به بنده بگو در خدمتم، ویسکی بیارم قربان. نه مرسی. ببینم لیلی خانومم نیست. اونم رفت. خفه شو، اونم رفته شمال. خیلی بد شد، یه کار لازمی باشون داشتم. خب اگر جناب علی کار لازمی داری فوری سوار ماشینشو برو شمال دی. میخواستم بگویم باید زودتر دست به کار بشی، دلم بدیم با را بیندازی، وگرنه جمشید این لغمه را از دست تو میبره. ولد چموش نابکاریست. آخه کجای شمال؟ چند روز میمونه؟ والا با نظرم قراره یک هفته دیگری اونجا باشن. خب کدوم شهر؟ آدرسش چیه؟ آدرسشون کجاست؟ از چالوس که رد شدی به طرف پهلوی مستقیما از متلغور رد میشی، میری از شهسوارم رد میشی، یه راست میری نزدیک کارخانه رامسر، مستقیم از اون بر میری کنار دریای ویلای است بین شهسوار و چمخاله. سلام لیلی خانم، منو که میشناسید؟ ای شما این هم این ناسه خان، اینجا اومدین چی کار؟ ببخشین که مزاحمتون شدم، یه کاری با پدرتون داشتم. با پدرم؟ بله، موضوعی بود که میخواستم بهشون بگم. میدونم چی میخواین بگی. شما کجا میدونم؟ خب میدونم دیگه، یه چیزایی بابام راجب شما به هم گفته. راجب من؟ من که هنوز چیزی نگفتم. خب آخه این حرفا خیلی زوده، ما فهمیدیم چرا اینقدر به خونه ما رفت و آمد میکردیم. حالا اگه بابامو میخواین تو دفتر کارخونه هست. کجاست؟ اونجا پشت اون درخت هست. بله، هوای به این خوبی همتون دنبال گردش و تفریح هستین. بفرمایین، اینم نتیجه کارتونه. ضرر ماه فروردین 8000 تومان، اردیبهشت 12000 تومان، خردادم 6000 تومان ضرر دادین، سه ماه تابستونم که هیچی. پس من این کارخونه رو باز کردم که چی؟ باز کردم که ضرر بدم؟ قربان، آقای جمشید خان مرتب تشریف میارن و به همه جزئیات کار ما واردن. هر جا میرم جمشید خان، به هر کاری دست میزنم جمشید خان، همین پسر است که پدر منو درآورده. آخه قربان، خفشو. قربان، خفشو. قربان، خفشو. خودتون فرمودین دستوراتیشون رو انجام بدیم. بله من گفتم، اما نه اینکه همه جا قرض و بده کاری بالا بیاره. این 6 ماهی که من نیومدم 500000 تومان از بانک قرض کردین، این پولا چی شده؟ قربان ازتون خواهش میکنم، حالا بفرمایید، ناراحت نشین. منو بگو که به این برادرزادم اعتماد کردم، میخواستم دخترم رو بهش بدم. لیلی، لیلی، لیلی کجاست؟ مثل ماهی توی آب دریا واسه هم سر صدف بسازیم، پشت ابرا برسه صدای خنده ما، بره بازم بالاتر نزدیک ستاره ها، تو قلبمون جون بگیره آرزوها.
رنگ خوش رنگ چشات و زندگی شیرین با تو. مثل ماهی توی آب دریا واسه هم قصر صدف بسازیم، پشت ابرا برسه صدای خنده ما، بره بازم بالاتر از دیگه ستاره ها، تو قلبمون جون بگیره آرزوها. ایزه بده برم پدرتو ببینم، میخوام باش یه خورده صحبت کنم. راستی امیر جون، راجب خودمون عجله نکن، من وقتشو بهت میگم. نه، من یه کار دیگه باش دارم. لابد راجب کارهای تجارتی پدرتی. خب برو یه کاری کن با هم آشتی کنن. آخه بابا میگفت با بابات اختلاف حساب دارن. اختلاف حساب؟ یه خودتو به کوچه علی چپ نزن، من میدونم. خب تو برو کارخونه، منم میرم تو ویلا نهار حاضر کنم تا تو و بابام بیای. سلام قربان. سلام جانم. سلام. سلام. بفرمید قربان. خواهش میکنم. نه نه، اتومبیل لازم ندارم. چشم. دوست پدر سوخته خوب گیره توادم با عزت و پولیس خبر کنم. با عزت ببینم قربان. لیلی خانومو ندیدیش؟ الان تاشو بردن تو بیرون. خیلی خوب، زود برو چمدونا رو بیار. لیلی خانومم صداش تون بیاد، بریم پرون بجون. بابا جون چی شده؟ چیزی نیست. بیا لیلی جون، زود باش می‌خوام بریم. آخه چی شده؟ دختر جون سوال نکن، بیا زود سوارشو، باید بریم تهران. یالا یالا. چی شده؟ چه خبره؟ بابا صد میگم بجون. ببینم داداش، ویلای آقای احسان زادگان چی؟ تو تو ویلای احسان زادگان بلدی سی؟ بلدم ولی الان گمش کردم. خیابون که پوشی رسید ویلا دیگه. الان رفتن تهران. همین الان؟ آره بابا جون، همین الان با همون ماشین سفیده که جلو چشد ره. من نباشد با مرگ عزیزی خودتن، با جان خودت، با جان بچه های من، من توی تمام این شهر از ریز دروش سوال کردم، گفتم ای ریگ بیابان، ای آب روان، شماها پدر این آیه امیر خان را میشناسی یا نه؟ همه گفتن این پسر از روز اول زیر بوته عمل آمده تو بیمیری. باید یه فکر حسابی کرد.
این پسر پاک موی دماغ ما شده. آها بله، موی دماغ کاملا درست قربان تو برم. بنده یک سوال از شما دارم قربان. مگه نه اینکه شما دخترمو لیلی خانم هستین و لیلی خانم نه اینکه دختر پسر شما هستن دخترمو پسرمو هستین یا نه؟ چرا هستین؟ خیلی خوب دی قربان، مگه از روز اول نگفتن توی کتاب موش و گربه که عقد دخترمو و پسرمو را توی آسمان بستن؟ ها دوستو چونی کنی یار کاری برای این مرده که من کلافه کرده تو به میری ول نمیکنید مره خدا. ایشون بعد اول تو جشن تولد نامزدیشو اعلام کنه؟ نه نمیشه اصغر. چرا؟ آخه شما که به حرف من فاتن نمیخونین، گوش نمیدین دیگه. من جای شما باشم این کاره میکنم، یه مش آدم دزد و شرور اجیر میکنم، شبونه بیان تو خونه کلک پسره رو بکنن دیگه. همچی بادم نمیگه، عقل هر چیز بهتر از عقل آدمی زاده. نکنم چین؟ بله تا من نکنم همچین. اینطور که من فهمیدم عموتم از تو دل خوشی نداره، دخترشم حالا حالاها به تو نمیده. ملتفتی چی میگم؟ اگه میخوای راحت بشی باید کلک اونم بکنی دیگه. آفرین بین کله پشمالو. نکنم چین تا کلم نشه پرچین. اما بند این همه دزد و اراذل لعوباش از کجا پیدا بکنه؟ این که کاری نداره، تو این شهر به این بزرگی قیافه دزد معلومه. برو چند تاشونو وردار بیار اینجا. پیدا کردم، یه دن دزد پیدا کردم. کیه؟ همینه. جمال، الهی که ذلیل بمیری، الهی که داغت به جیگرم بمونه، الهی که خاک بر سر من. من آخو دوست از کجا پیدا کنم؟ آقا ببخشید جناب. بنال بابا. یه چی قربان؟ شما یه دنه دوست گردن کلوف اینجا سراغ ندارید. خدر یه پا جواز دی باشتا بینام. آقا بابا بولتا بیشکرم. من نه یه تو غلط کردم. یه کیه بگیرم من آخو دوست کودم اینجا مگه دوست پیدا. آقا ببخشید. باره با من خودم نهار نخوردم. او این مالده که دی آلپریه این. نهار نخوردم خانه خراب. اینا چطوره؟ ای سیگارین شما یه دوز شلی چولاقی گردن کنم تی سراغ ندارین؟ چرا داشتی تموم شد آقا جمع داشتی تمام شد. ای میرا بالا میامد پایین، میرا بالا میامد پایین آقای بالا هم یه نگه دار. من میخواستم از شما دو نفر خواهش کنم، ممکنی یه دوتا دوز گردن کنم که با من نشان بدی بالا دوز دارد؟ آقا من جد آباده، من دوز نیست، من دوز میخوام، لازمش دارم. آقا بردن این آیا خودت برسن یه دنه دوز دقلن؟ من گرفتار شدم، بدبخت شدم. خدایا مام علیلیم، ضعیفیم، زنه بچه. ببخشید، ممکنه خواهش کنم جناب علی پاتوق این دوزه رو با من نشان بدید؟ نه جناب، اطلاع نداری. اطلاع نداری، الحمدلله. خدایا برسن یه دوز نهارم بنا. آقا شما یه دنه دوز سراغ نداری؟ یا دوز ای تو بگور پدر نامار بی حوازت. خدایا یا مدیر بیافین به دوزم میخورد یا شایدم جیل بره سوالی بکنم بد نیست. ای آقا گوش بده، یه سوال از تو دارم، عوضی حرف بزنی تو بمیری میزنم توی گوشتا. بله من یه دنه دوز میخوام، دوز گردن کلو. خدا بده با تو هم خدا بده. چیه میگم؟ یه دنه دوز لازم دارم. دوز؟ آها بیا چند تا بخوام؟ یه دنه. یه دنه دست کن تو جیبم وردا. توی جی نه کس مگه من باقا دوز یا بیدنم بزن دوز دارت من چی؟ مگه ای دای قزی بایسته بینم جناب علی دوزموز اینجا سراغ نداری به ما بدی؟ دو هزاری نه بابا داشتیم دادیم بگرده بگرده. آبا دوز میگم دوزه، تو چرا منگی برر؟ اینو بابا خدا روزی که جای دیگه حواله بخونه. میگم دوز میگه دوزری. آقا ببخشی جناب علی دوزری دوزی هرچی داری چی به ما بدی؟ آمینم اونجوریه که خدایا یقه کیه بگیرم؟ تو چجوریه تو این مملکت یه دنه دوزم پیدا نمیشه؟ شما اینم نیست که بره چیکار کنم من؟ آقا جناب علی فرش برشه نمیدونه کجا دوزیدی؟ من جنگوره جنگای با جناق برادر حسن اسکلی هستم. آقا جن اون حرفا رو بلش کن، میگم دوز موزی سراغ نداری. این بازی میکنم فرش بیتوچم شلو زردم دوزم برش. خدایا برسن یه دنه دوز، اینم دی نیست. خدایا یقه کیه بگیرم دیگه؟ آخه میگم چطور من خودم معرفی بکنم؟ گرفتار شدم. ها این چطوره؟ نگاه میکنه. ببخشید قربان، ببخشید. تاکسی
آقا چیه؟ جناب علی اینترفای دوست سراغ نداری بمون دوست؟ که گفتی دوست ولی یه چند تایی اطراف بود و ازشون خوب شد قومه کردن رفتم پیش دایی شماره الحمدلله رفتم پیش دایی شماره ای خدا جان خودشه آقا آقای کلاشپو یه کار مختصری داشتم اجازه بفرمایید آقا قربان بندی گرفتاری پیش آمدی دوست دوز لازم داشتم ناراحت نباش به خدا با کسی نمیگم خجالت بکش آقا حضرت آقا برای یک امر خیلی عرض کردم لازمه گفتم شاید جناب علی دوز بنده چطور میگه آقا تو پدر من در آوردی که برای یک امر خیلی گفتم اگر امکان دارد یه دوست دوزی به من قرض بدی اون منو میشنسی؟ با مرگ خودت برای اولین بار شما رو میبینم من تو رو جایی ندیدم والا بنده آدم مهمی هستم ممکنه خیلی جا هم منو دیده باشی کلک ملکی تو کار نه من توی خانه نوکرم پس کلک ملکی تو کار نیست نه تو با من بیا من به تو کلک نمیزنم من خودم کارشناس این کارم از ریختت معلوم ولی آقا هیچی تو با من بیا هر چقدر پول بخوای من به تو بدم پس من میشه توی خونه خبرایی هست میرم شاید خبری از پسرم جی بیرم آخه پدرم کار واجبی داشت برای همین بی خدافیزی از شمال برگشتی منم که ازت معذرت خواستم ولی مثل که پدرت از من رو پنهون میکنه نه اتفاقا همیشه از تو تعریف میکنه جونم خیلی هم به طلاق من معرفی میکنی چه عجله‌ای داری امشب تو جشن تولد میبینیش کاش میشد پدرت هم بیاد پدر من آره خیلی خوب میشد با فرما این همون منزلی است که گفتم راحت میشه دوزی کرد من باید سابقه قبلی دارم پسرم به خاطر این خونه از دست رفته علی جون راستی بابا میگه با پدر تو خورده حساب کنی خورده حساب نه خیال نمی کنم چون پدر من تازه از مسافرت برگشت ممکن نیست با پدر تو آشنا باشه چی میگی بابام همه خانواده تو رو میشناسه خانواده منو نه حتما اشتباه میکنی برای اینکه من اصلا پدر تو رو ندیدم یعنی تو هنوز من رو به اون معرفی نکردی امشب تو رو بهش معرفی میکنم اون آرزو داره من شوهر کنم تو صاحب نوه بشی بهش میگم چقدر تو رو دوست دارم منم تو رو دوست دارم چی شد؟ دیدی بزنم بودک نیست بزنید مسخره کرده خجالت نمیکشه چی شده قربان؟ منو آوردی اینجا که سلیخی بکنم آدم بکشم آره آدم بکشی؟ تو؟ از اول یه همچه قراری ما با هم دیگه نداشتیم دست دوگو دوبارم چی میگی کل خراب به من پیشنهاد آدم کشی میکنه من این کاره نیستم اون کار نه فهمیدم فهمیدی فهمیدم تو بیمیری این پسره چه نقشه ای داره تو بیمیری این پسره آدم باشون نیست که نیست نیست تو چطور کجا داری میایی با من چسبیدی ببین چی میگم تو حاضری بیای یه جا شهادت بدی بنده البته که حاضرم شهادت بدم تو مول مول توش هست نشد بشه مول مول فراوان تو بیمیری گوشت بیار ببین چی میگم اگه یه رفیقیم داری بیارگی شهادت ما قرص و قرص باشد تولدت مبارک متشکرم تولدت مبارک متشکرم مرسی پروین جون دوست اینجا چیکار میکنه ها؟ اینا میخوان دوست پدرم من دعوتش کردم. این کارت دارم. آخه مهمونامو که نمیتونم تا بذارم. یه مطلب مهمی رو بهت بگم. الان مارک تو ماشاییس. همینجوری که نمیتونم پاشم با تو بیام. گفتم یه بریم کارت دارم. بردش. جمال. به نظرم موضوع بیخ پیدا کرد. برو بینو. شو. بینم کن. من دیگه نیستم دیدی. آه!
سب کن من همه رو وسط میگم اگه تکون بخوره میکشم سب کن تو سب کن من رو توضیح بدم بعد اون وقت هر کاری خواستی بکن دستم شکر افه خون بکی آمدن بکی دو جور جوراب خریدم واسه عملیات پنهانی با یکیش من خودم پنهانی کنم با یکیشم تو خودی تو باز پنهانی گوله پایین بکش بکرده دیگه کسی ما رو نمیبینه پنهان شدی آره دیدون بود همینجا باش حقه باز اگه اجاد تکون بخوره میکوشمت بیا بیایم من نمیترسم نمیترس مامانی بشه حادت بیدیم چپول اون تابلو رو میبینی پشتش یک گاف صندوقه که توش پر اسکناس هایی به این گندگی دوم گاف صندوق اونو میگی آخ که من نمیمیرم واسه یک گاف صندوق پدرم گفتی؟ نه تو اتاقش نبود اما من اونجا دوست پیدا کردم چطور دوست پیدا کردی؟ آره دست دهنشو بستم الان هم میخوام به پلیس تلفن کنم تو خدا یک کاری نکن جلو مهمونه آب روریزی بشه خانم جان این یارو داره خیلی تقلا میکنه به خدا قسم خفه میشد یه وقت تکلیفش چی آخه من چی خر بگونم همه اینا باید همین امشب که تولد من اتفاق بیفته امیر جان بابام حتما تو اتاق بغلی برو پیداش کن یه وقت دزده بلای سرش نیاری قربان تو برم الهی تکلیف من روشن کن آخه من چه خاکی با سر من بریزم گوش کن تو برو بیارش تو اتاق دفتر اما از اون در پشت چی کار کردی؟ کار تمومه ببینم چی میگه چی میگه بابا تو کجایی کاری مردی حسابی کینم با ما از گوشی دست باش یه پلیس بدی جا زود باش باشه پلیس میخواین چی کار؟ پلیس واسه چیه؟ دست بالا حرکت نکنید برگردیم بیم بیرون یلا جنبه کنیم برین طرف دیوار یالا دیگه گفتم چون بخوری به چون دیگه شما همه تو با هم همدست نره پدرتون رو در میارم بلنشو بینا بلنشو برو پیشه همدستت بسته بینا یلا جنبه کن یلا پدرتون رو در میارم پدست سوختا یلا جنبه کن جنبه کن دیگه برو اونجا بسته آوردمش قربان اصل کاری دوز بی پدر آوردم دست بالا و اینا بی حرکت بدم چراغ روشن کاملا مواظب باش ممکن سر را اونم از کلا بیزن دی
اینا کیا؟ لیلی خانم ماشاءالله خونتون دوز بازاره. پدرت کجاست که بیاد اینا رو ببینه؟ پلیس. سلام عرض می‌کنم خانم. دوستا کجا هستن؟ آها اونا هستن. بله سرکار خودشون. پدرمه. وای خدا مرگم بده. این که آقاست چرا دهنشو بستن؟ بابا شما اشتباه میکنین، این دوست اونام هم همدستاشنه. بابا هم از یک بنده. ببخشید ما دوست نیستیم، ما بریم شهادت بدیم. اون آقای شالتا ماشی به ما پول داد که نیم صاحب این خونه رو بکشیم. بکشیم بریم بکشیم. پس چی؟ یاد کردیم توی؟ مگه تو؟ مگه تو صاحب این خونه هستی؟ ببینم تو همونی که من تو اومده بودیم اینجا. پدر شما این؟ پسرم توی باز رو دست پدرت بلند شدی. تو اینجا چی کار میکنی؟ تو چرا خودتو قاطی پاتی؟ ببینم پسر، باز تو اومده اینجا که دست بود بزنی؟ همین اصلا خان تقصیر شما. چرا جلوی پسرتو نمیگیری؟ چرا میگی سرکار؟ چرا با تو میزنی؟ خانم ها آقایان، دوز اصل کاری اینجاست بی پدر مادر نگاه کنین هیکل بی خاصیت ببینین. خیلی خوب، من الان موضوع رو روشن میکنم. اشتر جون تو برو تو سالن مهمونا رو سرگرم. خیلی جون خیلی خوب، تو رو خدا آقا رو ناراحت نکنی. خودت هم زودتر بیا پایین. خوش خوب سخن میگی. این آقا دوست و همکار من هستن. پس اون دوستی که میگفتید ایشون هستن؟ من دارم چیز گیجه میگیرم. اول تو بگو ببینم پسرم تو این خونه چه غلطی میکنی؟ ننه دل واپستی داره پس میفته. این بویفرند منه، میخواییم با هم نامزد بشیم. نفهمیدم چطور شد. ببینم شما میخواین نامزد پسر بنده بشه؟ مگه کری؟ آره دیگه، این مد حال است. اول بویفرند، بعد عروسی، بعدشم چهار پنج تا بچه دار، بعد اگه وقت شد آخر سر عقدم میکنن. پس بنده واقعا از زندگی پس هست؟ واقعا چیزی از زندگی نفهمیدم. آزر جون جنب برو ببین لیلی چرا نمیاد پایین. چشم کنشون الان قربان تکلیف بنده چی میشه؟ اصلا عرض میکنم لیلی چرا نمیاد پایین؟ بابا من صدا میکنن اومدم. خیلی خوب شماها بریم پیش مهمونم. خیلی خوب تو برو دخترم، من خودم ترتیب کارو میدم. این نمک به هر با بنده بودیم قربان. نه با اون بودم، بزنم توی دهنش قربان. حالا که اینجوری شده تکلیف بنده رو روشن کن قربان. دوست عزیز تکلیفت بسیار روشنه روشنه که اون نابکار رو باید تحویل سرکار بدی ببرتش زندان. میگم که حالا نمیشه ببشخینش. همچین بزنم توی سرش آقای چوپورا. حالا که مرده که شیطان دستگیر کردیم ببخشیمش. راست میگه سرکار جون، چرا معطلی ببرش زندان دیگه؟ بذار به کارمون برسیم. مرسی سرکار جون، مرمت عالی کم نشی قربونتون. بابا دست خوش. ای کلک، تو همه این خونه زندگی و تشکیلاتو از راه دوزی موزی به دست آوردی. آره نه جانم، هنوز متوجه نشدی. آقا جلن این مرگ تو، این همون دوز. اگه سر تو کلاه گذاشته باشه که دست خوش داره، باید به ریاست صنف سرقین انتخابش کنه. بله تو هرچه بدذات و حق بازی، برعکس پسر جوون خوب و ساده و با شرفیه. تو خوبی ترکه خودم خود باری. من خیلی خوشحالم که هم تو دامادی گیرم اومد. بله بله دامادی کار تمومه و بنده خبر ندارم. خودم یه تو بغلم پدر عروسم بگیرم. جان جان نمیدونه این چه مردی باشه. شرا کن از این گیتن بریم به جشن برسیم که بچه ها اومدن. بفرمید آی لا 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 لا